سلام، خیلی خوش اومدیم مکان مدرس آنایتا هستم به همراه فرزاد. میریم سراغ ترک نفرت از سروش هیچکس. بچه خیلی خوش اومدید، بریم سراغ ریمیکس نفرت از هیچکس که طبق توضیحات که من دیدم توی این دسکریپشن آهنگ، ظاهرا این آهنگ مال عرفان و ریویل بوده از آلبوم همیشگی که هیچکس حالا ریمیکس کرده و ببینیم چی بوده. ببین پسر جان، این یه ریمیکسه. این یه ریمیکسه، البته خارجی ها میگن ریمیکس ها. بذار ببینم من چیم. من میگم تدوین دو، کار بدی هم من، ولی هر جنگ های آدم یه کار بد باید بده بیرون که انتظار شنمنده ها بیاد پایین بذاره. میرجی میگم فارسی و پاس به تدوین دو میکنه، من هرچنگه یه کار بد بده بیرون که انتظار شنمنده ها بیاد پایین. واقعا کار خوب داده، مضمون خاصی داره، نه چیزی توش، هم همش علکی میخندم توش علکی میخندم. عدی شب چریده رو کاغذ خودکار، منم از صبح کردم نشخار شعر رو تا ببینم اگه خوشمزه است واسه بذارم تو بشقاب. بدهنیه اونجایی هم که مریضم من، زنی بغل کم و سرها رو قف کن درها رو، چو میزنی تگری از من. ببین انقدر عجیب و غریبم من، مردم چشماشون رو همچین میمالن و نگاه میکنن که انگار تو سفینم من. عربا میدونم بزرگم تو رب همینم من که صدام نمیکنن هیچ کس، به میگم به عربی اکبر. بخاله میگن چی؟ اکبر، چون قبلش میگه عربا هم میدونم من بزرگم، واسه همین سوال میگن چی؟ اکبر هم بزرگ میشه میگه کلان الان چرا فان آهنگ چی؟ خودش که محتوا نداره. حالا چرا؟ ولی کلان داره میگه من نه خودش که بعد اون مولانا، ولی منظورم اینه که داره میگه که آقا من هیچ چیزی میگم اصلا سرگیجی میگم، حالا بعد نیفهم از این ازوره که نیفهم من چی میگم. چه میری تایید؟ یا ازوره که نیفهم من چی میگم، یا ازوره که انقدر یه چیزایی میگم مثلا تگری تو بزن. آره جم تو رب همینم من که صدام نمی کنن هیچ کس، به میگم به عربی اکبر. اگر بخوام به مخم فشار بیاد زیر فشار، کم کم شاهنامه میزاد اونم دو قلو سنگین و تو پلو. یه نگاه بندا ببینا وصله، اگه وصله به مخت راحت فشار بیار، در مال و مقله سیفونم بکشی که دیگه حله. در نه میگه اگه بمخوام یه ذره فشار بیارم مثلا شانه میزنه ازش بیرون، اونم دو قلو تو قلو. بعد آب وصل راحت باش دیگه، یعنی اولش میگفت چرا میگن میزنی به خوده، از دورت میگه الان که آب وصل دستانم و بغل قرمون سیفونم بکش بکش که دیوونه. اون الکیام یا خودم من داری شک بهم پیرنم و بزنی بالا میبینی اصله، پیرنم بزنی بالا میبینی اصله. یعنی چی داری شک به پیرنم بزنی بالا میبینی اصله؟ آها، که تتو داره مثلا اینجا 0-21 داره چی داره که ببینی بابا این همون سروشیش کسه داره چرت و پرت می نویسه مثلا خودش داره میگه. آها شاید داره میگه الان گوش کنیم میگه این چه اونه، میگه نه، میگه نه بیا پیرم ازم بابا ببین تحت دارم ببین اصلا بابا همون سروشیش کسم اینقدر ولی تخبی دارم می نویسم من از خودش نیم. میخندم من بازم بی کلید خونه و ماشین پیشتم به راحتی بدون شکستن در و شیشه بیخ ریشتم صدا میاد تصویر اینم میشه حل کافیه الف و برو مثل بابا به چینی و پشت رپ فارسی بنویسی و منو ببینی واسه قوی چی؟ الف و چی گرفتی تو؟ کافیه که الف و ب و مثل بابا بچینی کنار بچینی پشت رپ فارسی تا منو ببینی. چه بابای رپ فارسی، پدر رپ فارسی. میگه آخرش که فقط صدا رو میشنوی تصویری، ولی اینم مشکلی حل میشه، کافیه اینو بذاری پشت رپ فارسی منو تصور کنی بابای رپ فارسی. چه وال چیکه اینا
بیرنی اینم میشه کافیه الف و برو مثل بابا به چینی و پشت رپ فارسی بنویسی و منو ببینی واسه قوی تر هزینه کردم ولی لازم نبود هستم چون همی رپ کنهای مسخره بستن که بگیره خندم ما نمیخونیم هرچی میکروفون دیدیم خوردیم با هسته آه دیدی چی گفت؟ میگه واسه قهوه‌تر خزینه کردن قهوه‌تر سریال کمدیه بود مال مرامودی میگه ولی چه کاری بود انگار رپ کنای مسخره هستن کافیه من میگیره خندم وای یادش افتاد فکر کنم قهوه‌تر خلاص چی بود راست میگی یعنی اینا خزینه کردن سریال کمدی ملت بخندن مسخره هستن هر تیکه‌ای من خواهم خیلی بالونی هست بسن که بگیره خنده ما نمیخونیم هرچی میکروفون دیدیم خوردیم با هسته رپ کنارم یا کره کردیم یا مزه یه میکسرم خورد بده میشه یه استودیوی خسته آدرسشم بنویسین شکم بنده دشمن ها مثل الان چی باید بگم من یه استودیو خسته نه این داره میگه من قول رپ هم دیگه چرا چون من میکروفون رو میخورم خورد میدم با هسته با هسته یه چیز دیگه هم اگه بخورم یه استودیو کامل میشم درم خورد بدم میشه یه استودیوی خسته آدرسشم بنویسین شکم بنده دشمن ها مثل نوه کرده گندم بدم نشون به ما تیزیم مثل تقسیم میکنیمشون یک ما تیزیم و موتور بوگاتی روشه ما تیزیم موتور بوگاتی روشه تیز و تیزی اولی رو با تیزیم ازش میبریم تیز و بوزیم آره موتور بوگاتی روشه یعنی میخواد آهنگ بدم بخونه میخندم 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 عظیم علی من اعتبار نرم اینو شنیدی یه زنگ به محمد علی پور بزن بهش بگو یه زنگ به من بزن حال خیلی مهم دارم دمت گرم داره پیغام میده تو آهنگ عظیم علی خیلی باحال عظیم علی من اعتبار ندارم تو یه آهنگو شنیدی یه زنگ به فلانی بزن اعتبار ندارم موبایلم کردیت نداره زنگ بزنم حسابم خالیه تو دیدی بگو اینو شنیدی عظیم علی کی عظیم علی گوش کردی پیغام رسوندی راست میگه راه خوبیه ها نه واقعا الان مثلا ما میتونیم جای زمین چه پیغام بزنیم یک ویدیو رو میبینیم آقا ما اعتبار نداریم برای اون برنامه ردیف کنیم بچه ها بهش بگوی زنگ به من بزنیم کار خیلی مهم دارم دمت گرم جای همه تو اندوشیلی خیلی خالی اجرام اجرا داره شروع میشه جانموله خیلی حیف نیستینا تور انجام وظیفه توراست این تازه رفته اونجا تا زهیران رفته بوده است آره بکنم نمیدونم خیلی باید بود عظیم علی یعنی آخرش باید آقا هم میخوام بیرم واقعا اورجیناله چی بوده که الان ریمیکس شده این خیلی هم که عذاب شده بدونم باید بری گوش بدی و اینکه بعد اصلا داستانش چی بوده اینو داده بیرون یه دفعه اصلا یه ها نمیدونم یه ترک فان باحال داده بیرون که در این فانی همجوری داده خیلی خوب اون بچه‌ای که اینقدر درخواست میدن هی نفرت نفرت بنویسن داستانش چی بود یه همچین آهنگی سوش شده بیرون آره خیلی متفاوت خوشم بود توش یه چند تیکه انداخت ولی کلا آهنگو مثلا به تخمم گرفتم دیگه خود اصلا اولش دارم میگه یه موقعی بیم یه کار بد بدیم که توقع بیمه یعنی ما همیشه کار خوب میدیم بیرون دیگه یعنی از اولش رجزخونی بود و یه فاز فان بود و بارو اونشو خیلی سرمی همه واسه قهوه تر هزینه کردم من خودم به این رفت آره رجزخونی بود در اینا اصلا فکر کنم قصی این آهنگو اینجوری اجرا کرده که ببین یعنی هم چه آهنگه مثلا اینجوری هم میبندن باز از شما خیلی بهتره فکر کنم آره بالو داغ دمش کم دیگه سورشیش کسه دیگه آره اینم یه استایلی بود دیگه در واقع همین بودش منظورش آره که آقا من یه آهنگ همجوری هم ملکی میبندم باز به شما میخندم خیلی هم عالی بچه‌ها اینم تقدیم شما دمتون گرم تا این تا ویدیو همراه ما بودید بازم اگر آهنگی هست که مورد علاقتون هست که ما بهش ریاکشن بریم و کامنت کنیم اگر کپی رایت نشه باشه میریم هنوز که هنوزه بچه دارن کامنت میزنن که چرا مجازو نمیری یا مثلا شبیه گرگار رو نمیری آره. از تو مجاز یا فلان اگه آلبوم مجازو دوست دارین ما بریم که ما خودمونم بی نهایت دوست داریم ولی یه ترک ازش رفتیم قاضی مردوس داشت که کپی رایت کن همه تون برین دایرکت مهدیار آقا جانی رو سراخ کنین و ازش اجازه بگیرین که کپی رایت رو بردارم و سمون ما بتونیم ریاکت داریم آره دیگه اونایی که طرف داره هیچ کس رو ملتفتن که
ماشاءالله تو کانال ما زیاد هستین. خب برین دایرکت بزنین، ما خودمون درخواست میزنیم براش. اگر اوکی دادن کپی رایت نگیریم، ما رو چش به سرعت برق و باد همه رو میریم براش، چون خودمون اصلا عشقمونه که بریم ببینیم چیه داستانش. خیلی هم عالی. اگر ما رو ساب ندین یا تازه‌اش نشه، میتونین سابسکرایب کنین، زنگوله رو بزنین، نوتیفیکیشن فعالش، هشتگ مدرس من و هانای تایم در کلی فضای مجازی از این طریق میتونید ما رو پیگیری کنید. آدرس سوشیال مدیامون زیر اینستاگرام، فیسبوک و توییتر. خوشحال میشیم یه سر اونجا بزنید، اونجا ما رو ساپورت کنید و فالو داشته باشید. و در نهایت امیدوارم از هر جای دنیا این ویدیو رو میبینید پر از آرامش و انرژی مثبت باشین، کلی آدم مجدی دورتون رو پر کرده باشه. شب و روز لاکچری براتون آرزو میکنم. خدافظ.